صفحات وبلاگ ها و سایت ها پر از دست نوشته هایی که در رسای شهیدان اشرف نوشته شده. اجازه بدین برنامه امروز رو با گوشه ای از این عواطف نسبت به اشرف شروع کنیم. یکی از هموطنانمون در مطلب خودش نوشته: فضای منجمد و سرد اختناق سیاه تاریخ ما را خون مجاهدین و مبارزین، این زیباترین فرزندان آفتاب و باد، چه در اشرف و چه در زندان‌های حکومت خامنه ای رنگین می کنند تا پرچم بلند مقاومت در این سرزمین خونین سرفراز بماند و تاریخ از یاد نبرد. درود بر حافظان شرف و غیرت یک ملت و یک تاریخ در زنجیر. یکی دیگه از هموطنانمون در مطلب خودش به امیدی که از فروغ اشرف گرفته اشاره کرده و در بخشی از نوشتهش گفته که خدا را 100,000 مرتبه شکر میکنه که این امید زنده است و خون اشرفیان به ثمر خواهد نشست و چون رودی خروشان به دریای انسانیت و آزادی ختم خواهد شد. این وبلاگ نویس در پایان مطلبش نوشته: زنده باد ارتش آزادی بخش ملی ایران، به امید آزادی وطن و خلق در زنجیر. و یک سال دیگه هست که بسیاری از هموطنان به اون پاسخ دادند: راستی اگر اشرفیان مقاومت و ایستادگی نمی کردند چه می شد؟ اگر اشرف اهمیت استراتژیکی و مبارزاتی نداشت، دیگر لازم نبود ولی فقیه و نوکرش اینقدر خودشان را بی آبرو کنند که دو بار در جلوی چشم جهانیان به انسانهای بی‌دفاع حمله کنند. اگه مجاهدین در اشرف نمونده بودن یا نمیموندن، دیگه چه چیزی از مبارزه و مقاومت در مقابل رژیم ددمنش آخوندی باقی میموند؟ اگه اشرف از جاش تکون بخوره، دیگه نام و نشانی از مبارزه و استقامت در برابر این رژیم تفاق باقی نمیمونه. آیا در طول تاریخ مبارزان برای اهدافشون و ارزشهاشون و آزادی جان ندادن؟ اونایی که در کشتار سال 67 از مواضعشون بر نگشتن و سر به دار گشتن، میدونستن که بر مواضع ایستادن یعنی جون دادن، ولی این جون دادن به مبارزه و مقاومت تعلق داشت.